خوش آمد میگم خدمت همه شما عزیزان که از راه دور و نزدیک با ما هستید. حتما همه ما الان خبر داریم چقدر شرایط ایران سخت هستش. آگاه هستین؟ خبر دارید که ایمانداران مسیح چقدر در جفا هستن؟ خبر دارید که از 10 حتی شایع هست تا 40 سال برای ایمانداران مسیح که زندان رفتن حبس بریدن؟ خبر داریم؟ ما چه کار باید بکنیم؟ دعا میکنیم، دعا میکنیم، اما دعای ما چگونه هستش؟ ما 3 مدل دعا داریم در برابر این موقعیت. یک موقعیت این هست که من میشنوم، توی خونه دعا میکنم. و من چند روز پیش روبرت عزیز در رابطه با اینکه ایرانی ها چقدر تحت جفا هستن با من صحبت کرد. وقتی روبرت جان به من گفت بعد از چجوری میشه ما الان داریم دعا میکنیم، بعدش چه کار کنیم؟ یه کاری نباید بکنیم؟ گفتم چرا، من همیشه میگم یه کاری باید بکنیم، ولی بذار من دعا کنم. وقتی دعا کردم همون شب خدا با قلبم صحبت کرد که بتونیم به فیض خداوند هر چند نفر که هستیم دست به دست هم باشیم، یک اعتراض مؤدبانه مسیحی که اونم دعاست. یه دعا توی خونته، یه دعا اینجا الان میکنیم تو کلیسا برای ایرانیایی که تو زندان هستن، مسیحی ها، فرق نمیکنه، برای تمام دیگر باورمندان. هوشیار باشیم، مسیح برای همه است. آمین. اگر مسیح برای همه است، برای اون مسلمون هم که به خاطر عقیدش تو زندان جمهوری اسلامی هست، هست. برای اون بهایی هم هست، برای اون کمونیست هم هست. اون نمیدونه مسیح برای اون اومده. ما که میدونیم مسیح متعلق به همه است. ما که میدونیم مسیح امید تمام ملت ها هستش. پس دست به دست هم میخواییم بدیم. وقتی من پنجشنبه در این رابطه صحبت کردم، خدای شکر برای غیرت خیلی از عزیزان که دستشون رو بردن بالا، گفتن ما میخواییم همکاری کنیم. دعای نوع سوم ما این هست که در برابر مردم میریم صحبت میکنیم و در برابر آنانی که باعث ظلم و ستم هستن، و اینم دعاست، اعتراض ماست. وقتی که زدن تو گوش مسیح، مسیح چه کار کرد؟ نه اون صورت، اونور صورتشو نیورد، گفت اونور، خب گفت چرا میزنید؟ ما میخواییم به جمهوری اسلامی بگیم چرا فرزندان خدا رو زندان کردید؟ جای فرزندان خدا توی زندان نیست. ما میخواییم این اعتراض رو بکنیم. اگر احیانا در جمع ما کسانی هستن که اون روز مشخص میکنیم در یک مکانی باشیم برای دعا و برای اعتراض، نگران چهرهاتون هستید، فکر اونم کردیم، برای ما قابل درک هستش. بعضیا میرن ایران، میان و مسائلی هست که خب نمیخوان باشن، هیچ اشکال نداره، اما باشید لطفا، در جمع هم باشیم، در این اتحاد با هم باشید. ما این رو درک میکنیم، نگرانی شما رو خواهش میکنم، شما نگران اونهایی باشید که تو زندان هستن. واقعا اگر خواهر و برادر و پدر و مادر، دوستای ما الان شما بشنوید به خاطر مسیح توی زندان رفتن چه حالتی میشی؟ میخوای چیکار کنی؟ میگه خب من فقط دعا میکنم. آره، برادر تو زندانه به خاطر باورش، نه به خاطر قتل، نه به خاطر جنایت. بعد شما فقط میگید من اینجا دعا میکنم، من فکر میکنم اون موقع ببخشید. و ما جزء همون درس فریسیان هستیم که اومدن در برابر اون شخصی که آسیب خورده بود توی راه، سامره نیکو رو میگم، داستان سامره نیکو، فقط نگاه کردن، حتما تو دلشون هم دعا کردن رفتن. ما نمیخوایم این کارو بکنیم. ما میخوایم بیستیم برای کشورمون ایران، برای مسیح، برای ملکوت خدا باید بیستیم. بیستیم و این روش مسیحانه هستش. آیا شما میدونید در سال بیش از 100,000 ایماندار به مسیح رو میکشن توی جفا؟ میدونستید؟ چرا؟ چون خیلی ها سکوت میکنن، اونها هم راحت تو کشورهای اسلامی و کشورهای کمونیستی اونها رو میکشن. امروز من و شما در این کشور آزاد اومدیم، این آزادی به من و تو داده شده، میتونی اعتراض بکنی. آمین. دوست دارم از همفکری شما عزیزان استفاده کنم. پس دعا کنید. ببین سهم شما تو این حرکت چیه. نه شورش هستش عزیزان، نه اسمش انقلابه، فقط برادر خواهر من و شما رو تو زندان کردن و میخوان اذیت شما، میخوایم اعتراض بکنیم. این کار ما، نه ما سیاسی هستیم، نه سیاست خوندیم، نه دنبال سیاست هستیم، اصلا وقتشو نداریم که بریم، نه این خواندگی رو داریم. اما عذر میخوام بی تفاوت هم نباید باشیم که میشه بی غیرتی. خیلی باید مواظب باشیم، اینم نباید باشیم.
هوشیار باشیم، بیستیم تا خداوند مطابق فیضش از تک تک ما استفاده کنه برای جلال ناممون. آماده هستیم؟ میتونیم با هم بگیم آمین؟ هللویا. دوباره آمین؟ بازم آمین؟ به من نگفتید آمین، به خدا گفتید. بیستید، خدا با ما کار بزرگی داره، با ما خیلی کار داره. امیدوارم ما با خدا کار داشته باشیم. اگه باش کار داشته باشیم، مطمئن باشید که ما هستیم که باعث آزادی کشورمون ایران از خرافه و دروغ و ظلم و ستم خواهیم شد. با درود خدمت خواهرها و برادرای عزیزم، شکر میکنیم امروز رو برای اینکه اجازه داد ما با هم سرود بخونیم. من همیشه وقتی سرود میخونی یاد این میفتم که میخوایم ورزش کنیم، نمیتونیم مستقیما بریم توی مسابقه، باید خودمون رو گرم کنیم تا وارد اون مسابقه بشیم. و اینجا هم سرود خوندن برای ما یه همچین شکلی رو داره، یعنی وقتی سرود میخونیم یعنی داریم آماده میشیم که کلام خدا رو بشنویم، داریم قلبامون رو باز میکنیم، توبه میکنیم، فکرمون رو باز میکنیم و اجازه میدیم که این نهر زیبا و پربرکت خداوند که از طریق کلام جاری میشه بر روی فکرها و دل ما بریزه و میوه‌های روحانی ما رو، درخت روحانی ما رو پر از میوه بکنه. نمیدونم میتونی حدس بزنین امروز راجبه چه موضوعی میخوایم با هم صحبت بکنیم، ولی منم نمیخوام شما رو زیاد وقتتون رو بگیرم برای اینکه فکر کنید. راجبه این شی میخوایم صحبت کنیم، راجبه این صلیب، راجبه این صلیب میخوایم صحبت کنیم. خب این معنی صلیب یعنی چی؟ صلیب چه معنی میده؟ صلیب، ما صلیبای مختلف داریم. صلیب حقیقی یعنی چی؟ چه معنی صلیب حقیقی داره؟ میتونه اینام باشه؟ بله. ولی من نمیخوام از خودم بگم، میخوام مستقیما وارد کتاب مقدس بشم و ببینم که کتاب مقدس راجع به صلیب چی میگه. با هم اگر لطف کنیم بریم توی غلاطیان فصل 5 آیه 11. نمیدونم چند نفر از شما کتاب مقدس همراهتون هست، امیدوارم که خیلی از شما همراهتون باشه. من مثال میزنم، میگم یک ایماندار وقتی کتاب مقدس همراهش نیست، مثل این میمونه که ما رفتیم یه فروشگاهی، رفتیم خرید بکنیم، سبدمون هم پر از خریدامون کردیم، اومدیم دم کشیر، بعد کیف پولمون همراهمون نیست. خب هیچی آیدمون نمیشه، باید دست خالی از اونجا بیایم بیرون. وقتی یک ایماندار کتاب مقدس نداره، صدای خدا رو نمیشنوه. بهترین صدایی که خدا داره و میشه شنیدش کتاب مقدس است. نه از معزین هست، نه از معلمین هست، نه از صحبتهای مردم عادی روزگار هست، از هیچ جایی نیست، بلکه خود کتاب مقدس هست. خداوند از طریق کتاب مقدس با ایماندارانش، با فرزندانش حرف میزنه. پس چطور ما میتونیم این گنجینه عظیم رو با خودمون حمل کنیم؟ البته خدا رو شکر برای امروز که الان میبینیم که همه سلفونامون همه داریم، میتونیم اونها رو استفاده بکنیم. و مهم اینه که کلام خدا رو بخونیم، یاد بگیریم. من میگم وقتی کتاب مقدس دست یک ایماندار هست، تو یک فرصت خیلی کوتاه، شاید ما فرصت نداشته باشیم هر روز روزی 20 دقیقه نیم ساعت کتاب مقدس رو بخونیم، ولی رفتیم یه جایی میخوایم یه کاری انجام بدیم، به ما گفتن آقا وایسا یه ساعت دیگه وقتت میشه، نیم ساعت دیگه وقتت میشه، تو همون فاصله میتونیم یه آیه کوچیک، یک مطلب کوچیک از کتاب مقدس بخونیم که همون اون زندگی ما رو عوض میکنه. من شما فکر میکنید امروز که اینجا نشستید به عیسی مسیح ایمان دارید، تمام کتاب مقدس خوندید، ایمان آوردید؟ نه، یه آیه خوندید که نشست بر دلتون و مسیر رو شناسون به شما. یک قسمت از کلام شما رو ایماندار به مسیح کرد و اشتیاق خوندن کلام کل کتاب مقدس رو به شما داد. بس نیازه که هر لحظه با کتاب مقدس ما من نبینه اینجا هستم. این فکر کرد من دارم دایبداد میکنم، اومد من از اینجا بیاره پایین. یه وقتای من شادی وقتی هیجان زده میشیم زیاد با هم صحبت بلند بلند میکنیم، میدونیم میاد وسط ما مثل بلند بلند حرف میزنه که صدای ما رو قطع کنه. حالا فکر کنم من با شما دارم بلند بلند صحبت کنم، گفت برم میبرم پایین. خب لطف کنید با هم بریم توی
غلاطیان فصل 5 آیه 11 من براتون میخونم. من اینا رو میخونم برای اینکه میخوام یه مقدار سریع‌تر بریم جلو. اما بعضی میگوین، من الان از تفسیری میخونم، کتاب مقدس غلاطیان فصل 5 آیه 11 کتاب تفسیری. اما بعضی میگوین که من خود به هنگام بشارت به مردم اعلام میکنم که ختنه شدن و انجام فرایض مذهبی برای نجات ضروری است. پولس رسول اینو داره میگه. خب اگر واقعا چنین بود دیگر اینقدر آزار نمیدیدم، زیرا واضح است که هیچ کس از این نوع پیغام نمیرنجد. اگه قرار بود که ما بیایم اینجا دوباره بگیم شریعت اسلامی رو این کار رو بکنید، روزی اینقدر نماز بخونید و اینقدر صدقه بدید و این کار رو بکنید، خب دیگه چرا ما رو میداختن زندان های ایران تو زندان؟ چرا بچه ما رو میگفتن زندانی میکردن که امروز ما بیایم اینجا براشون پروتست کنیم؟ چرا؟ بس ما اونو نمیگیم. خب اگه قرار بود اونا رو بگیم دیگه بس چرا ما اینجا هستیم؟ خب همون بلد بودیم، میرفتیم خونه های خودمون انجام میدادیم. قرار نیست اونا رو بگیم. پولس میگه قرار نیست ما اون چیزایی که مذهب شریعت یهودی میگفت و همه انجام دادن و هیچی نشدن و مردن و رفتن، دوباره من اونو بگم. من قراره یه چیز جدید به شما بدم، یه چیز تازه به شما بدم. و اینو میگه. خب و میگه اما آزاری که میبینیم، اما امروز که بچه های ما اگر توی زندانهای ایران هستن، اما امروز که کشیش های ما تو خارج از ایران تهدید میشن، اما امروز که گروه هایی مثل داعش میان کلیساها رو خراب میکنن، آدم های مسیحی رو میکشن، خونه هاشون رو خراب میکنن، کشیش هاشون رو تو خود کلیساها سر میبرن و میکشن، اما امروز میخوام بگم که این کلام مال 2007 سال پیش نیست، 8 سال پیش نیست. کلام مال امروزه، داره برای امروز صحبت میکنه. مگه امروز نمیکنن؟ امروز هم میکنن، امروز بدتر و وسیع‌تر از اون موقع میکنن. اما آزاری که میبینیم نشان میدهد که هنوز هم به چی؟ نجات توسط ایمان به چی؟ به صلیب مسیح موعظه میکنیم. ترجمه قدیمی: ای اما ای برادران، اگر من تا به حال به ختنه موعظه میکردم چرا جفا میبینم؟ زیرا که در این صورت لغزش صلیب برداشته میشد. ببینید وقتی که پولس این موعظه رو میکنه، رومی ها حاکم بودن بر دنیای اون زمان و اگر میخواست کسی دادگاهی بشه باید توسط رومی ها میشد. خب ولی رومی ها کاری نداشتن که حالا ببخشید ختنه بکنن نکنن، نمازشون رو بخونن نخونن، مالیات ما رو بدین، هر کاری میخواییم بکنید. کیا اذیتش میکردن؟ کسانی که مدعی این بودن که ما قاریان کتاب هستیم، ما حافظین این کتاب هستیم، کسانی که مدعی این بودن که ما نمایندگان خدا بر روی زمین هستیم اذیت میکردن که تو چرا راجع به خدا صحبت میکنی؟ مرسی که گفتین. ولی خوبه یه وقته یادآوری بشه برامون. ما همه اینا رو راست میگی، شما میدونیم، برای اینکه کشیدیمش تو مملکت خودمون کشیدیم. ولی اجازه بدید توی این آیه‌ای که الان خوندم توی ترجمه قدیمی میگه زیرا که در این صورت لغزش صلیب برداشته میشد. یه سوالی از خودمون بپرسیم: آیا این غلاطیان فصل 5 آیه 11 به این داره اشاره میکنه که صلیب باعث نجات ما میشه؟ جانم؟ نه. دقیقاً راجع به صلیب هیچ صحبتی نمی‌کنه که صلیب باعث نجات شما میشه. میگه صلیب کی؟ صلیب مسیح. صلیب مکانی بود که عیسی مسیح جانش رو برای تک تک بشر، برای من، شما و تمام بشر جانش رو داد، خونش رو ریخت و کار نجات بخشی که از پیدایش وعدش داده بود
انجام شد، با کار مسیح روی صلیب انجام شد. خب عیسی مسیح میدونید کاری که روی صلیب کرد بشر رو از اسارت گناه که بندی بود بر ذات بشر آزاد کرد. مذاهب میگن چی؟ مذاهب میگن این طفلک بچه که معصوم تازه به دنیا آمده هیچ گناهی نداره. مسیحیت میگه چی؟ ما در گناه زاده میشیم ولی بلد نیستیم گناه کنیم، ولی تا که یاد میگیریم را میفتیم شروع میکنیم گناه کرد. مگه شما به بچه ها یاد میدین دروغ بگن؟ مگه به بچه ها یاد میدین که همدیگر بزنن؟ مگه به بچه ها یاد میدین که کارا بد بکنن؟ از کجا یاد میگیرن؟ از ذاتشون. اینا اسارتیه که شیطان زده و مسیح اومد که این اسارت رو آزاد کنه، این بند رو از ذات گناه، ذات ما آزاد کنه. خب پولس تو اینجا وقتی که میخونیم متوجه میشیم که خودش داره اذیت میشه، آزار میشه. برای چی؟ برای اون چه که داره موعظه میکنه. چه چیزی رو موعظه میکرد؟ راجع به صلیب مسیح صحبت میکرد. صلیب مسیح میگه چی؟ صلیب مسیح میگه که فرزندم زانو بزن، این شخصی که برای تو روی صلیب مرد ایمان بیار و تو نجات خواهی یافت. صلیب مسیح این رو میگه. چرا میگه از صحبت از لغزش میکنه اینجا؟ فکر میکنید امروز انسان ها خیلی ها هستن تو دنیا دنبال جواباشونن، سوال زیاد میکنن، سوال میپرسن و اگه بتونن این سوالاشون رو جواب بگیرن خیلی خوشبختر میتونن زندگی کنن. کجا میرن؟ یه رهبر مسیحی در اروپا میگه شیطان اگر نوشدارویی برای رفع مشکلات جهان داشت من با کمال میل و خوشحالی اون رو پیروی میکردم، ولی شیطان هیچ نوع دوا و دارویی برای علاج مشکل دنیا نداره. چرا؟ برای اینکه نه قدرتشو داره و دوم از اینکه خودش مشکل دنیاست، خودش مشکل ما انسان هاست. برای همین هیچ رفع مشکلی نمیشه از طریق شیطان و دنیا ما رو هدایت میکنه به سمت شیطان. دنیا ما رو هدایت میکنه به سمت مذهب، دنیا ما رو هدایت میکنه به سمت مرجع‌های تقلید که خودشون نیاز به این دارن که یه نجات دهنده اونها رو نجات بده. دنیا ما رو به سمت پیامبرانی هدایت میکنه که خودشون الان زیر خاک هزاران خاک نمیدونم هر چیزی خابیدن و خودشون منتظرن که داوری بشن و خودشون نجات ندارن. دنیا ما رو به سمت اونها هدایت میکنه و دنیا حاکمش کی هست؟ شیطان حاکم این دنیا است طبق کلام خداوند. هر حکومتی رو که میبینید درست خداوند حکومت ها رو میذاره ولی شیطان میاد و حکومت میکنه روشون، میگیردشون. یه الهیه دان مسیح میگه صلیب رسوایی انسان هاست. صلیب رسوایی انسان ها. چرا رسوایی انسان هاست؟ چرا؟ رسوامون میکنه. ما خودمون رو با یک کاوری میپوشونیم، با کاورهای مذهبی، با کاورهای علم و دانش، با کاورهای زیبایی، با کاورهای شهرت، مقام، با اینها خودمون رو میپوشونیم ولی وقتی که میایم جلوی صلیب مسیح میگه اون نقاب تو بزن کنار، میخوام چهره اصلی خودت رو به خودت نشون بدم. اون وقتی که هر کی باشی، در هر مقامی باشی، در هر منزلتی باشی، جلوی من زانو خواهی زد و به من اعتراف خواهی کرد. کلام خداوند میگه هر زبانی و هر زانویی در مقابل عیسی مسیح خم خواهد شد. چه بهتره که خودمون امروز خم کنیم در مقابلش.
کتاب اشعیا، امیدوارم که دقت کرده باشین من میخوام چی کار بکنم. میخوام از تمام کتاب مقدس براتون صحبت بکنم، برای این که نمیخوام از عهد جدید یا عهد عتیق صحبت بکنم، چون که صلیب عیسی مسیح یک سمتش به کتاب سفر پیدایش میخوره، یک سمتش به کتاب مکاشفه. تمام کتاب مقدس رو در بر میگیره. صلیب مسیح توی یه مقطع و یک زمان خاص نیست، صلیب مسیح تمام کتاب مقدس رو در بر میگیره. اشعیا فصل 53 آیه 3 میگه او یعنی عیسی مسیح را خار و نزد مردمان مردود، البته من اینجا عیسی مسیح را اضافه کردم، او میگه او عیسی مسیح را خار و نزد مردمان مردود، صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردند. صلیب مسیح رنج، انقدر رنج داد به مسیح، میگه چهره او قابل تشخیص نبود، قابل دیدن نبود، رنج و عذاب بود این صلیب برای او. خیلی ها الان تو دنیا میبینیم صلیب رو به عنوان یک تزیین به گردنشون میندازن، خیلی ها تو دنیا میبینیم صلیب و صلیبای طلایی دارن، نقره‌ای دارن، خیلی ها رو تو دنیا میبینیم صلیب دارن توی خونه هاشون. این هم صلیب الان اینجا، ولی مطمئنم که هیچ شخصی رو نمیشه روی این صلیب کرد، برای اینکه میشکنه از بین میره. خیلی ها صلیب روی تاخچه های خونه هاشون دارن، خیلی ها صلیب روی سردرای خونه هاشون دارن، خیلی ها صلیب رو گذاشتن و هر وقت که یه مشکلی پیش میاد میرن جلو اون یه زانوی میزنن، از خداوند تقاضای کمک میکنن. خیلی وقتا حتی تو فیلم های هالیوودی ما صلیب رو میبینیم ازش استفاده میکنن، میلیون ها دلار پول در میارن، فیلم های شیطانی میسازن و شیطان حمله میکنه، هیچ هر کاری میکنه، هر اسلحه ای که انسان با دست خودش میسازه نمیتونه شیطان رو نابود کنه، بعد یک کشیشی با یک صلیب کوچیک میاد و اون شیطان رو نابود میکنه، که خب خیلی هم قشنگه، ولی معنی صلیب نیست. معنی صلیب هیچ کدوم اینها نیست. معنی صلیب اون چیزی که ما به دستانمون داریم نیست، معنیش فراتر از این هاست. معنی صلیب، خیلی از کشورهای اسلامی نگاه میکنید به هم هدیه صلیب هدیه میدن، صلیب رو بیشتر دوست دارن هدیه بدن تا چیزهای دیگر رو. تو خود ایران ما این رو میبینیم به این صورت. معنی صلیب خیلی فراتر از اون چیزیه که ما فقط به عنوان یک وسیله در دست خودمون یا در امکانات رفاهی خودمون ازش استفاده بکنیم. معنی صلیب انقدر عظیمه که من فکر میکنم اگر امروز ما اون رو به درستی بفهمیمش، درکش بکنیم، یک بار دیگه به ما این فرصت رو میده که جلوش زانو بزنیم و توبه بکنیم به حضور خداوند. یک بار دیگه به ما این فرصت رو میده که کلام خداوند میگه ایمان خودتون رو بیازمایید ببینید که آیا ایمانی واقعی هست یا نیست. کلام خداوند رو به ما میگه. یک بار دیگه ما خودمون رو جلوش بیاریم و بگیم که مسیح من رو تفتیش کن، من رو بگرد. اگر واقعا نفهمیدم که تو چی کار کردی برای من روی صلیب، یک بار دیگه این درک رو به من بده و بذار که توبه من کامل بشه، توبه من واقعی بشه. امیدوارم که همه ما هستیم اینطور هست و در ایمانمون امروز رشد کنیم. اگر صلیب عیسی مسیح، مطمئنم از این خیلی بزرگتر بود سایزش، اگر صلیب عیسی مسیح رو در تجسم کنید با اون سایزش، به طور معمولی با بدن سالم ماها بخوایم کولش بگیریم از یک تپه هم بالا بریم، فکر نکنم یکی از قویهای ما که اینجا هستن یک باره بتونه اون رو تا بالای صلیب و بالای اون تپه ببره، شاید چندین بار بذاره زمین و یک استراحتی بکنه و دوباره بره،
ولی عیسی مسیح این صلیب رو دوشش گذاشتن، نه زمانی که در سلامتی بود، زمانی که کتکش زدن، شلاقش زدن، توهین بهش کردن، توف به روش انداختن، همه نوع بدی ها رو به روش کردن، ضعیفش کردن و بعد این صلیب رو گذاشتن که ببره اون بالا. چرا مسیح تونست که این کار رو بکنه؟ شاید مسیح در اون حال اگر به طور معمولی بود، شاید خودش رو هم نمیتونست بکشونه تا اون بالا اون تپه. فهم کنیم برای چی این همه رنج، این همه عذاب، این همه سختی، این همه بدبختی رو مسیح به جان گرفت؟ برای چی؟ به خاطر عشقش به بشر، به خاطر اینکه اراده پدر رو به اجرا بذاره. مرسی. عشقش به بشر بودش که باعث شد که تمام این رنج ها رو متحمل بشه. چون که اگر مسیح، عزیزان، این راه جلجتا رو نمی رفت، همه ما در هلاکت مرده بودیم. اگر مسیح این راه جلجتا رو نمی رفت، راه به سوی خدای پدر بسته می موند. مسیح اومد که اراده پدر رو به اجرا بذاره و این اجرا گذاشتن اراده پدر عشق مسیح نسبت به خدا و ما بود. پولس رسول میگه که من در عذابم، برای اینکه دارم صلیبم رو میبرم، من در عذابم چون که دارم همون صلیب رو حمل میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه پولس هم یک فریسی بود، عالم کتاب مقدس بود، از دو ملیت برخوردار بود، رومی بود و یهودی بود و معلم توانای کتاب مقدس بود. میتونست بره بشینه توی اون معبد درس بده، پولشو بهش بدن، خوراکشو بگیره، عزت و احترامشو بگیره و کاری هم به کاری چی نداشته باشه، لباسای آنچنانی هم بپوشه و زندگیشو بکنه. ولی وقتی که مسیح رو لمس کرد، اون عشق به مسیح و اون عشق مسیح نسبت به انسان‌ها در او اومد و اون باعث شد که این رنج رو، این عذاب رو متحمل بشه. ما خیلی وقتا یه کارایی میکنیم برای بچه‌هامون که شاید اگه مجرد بودیم و خیلی قدیم، حتی برای خودمونم نمی‌کردیم. چرا اون کارا رو میکنیم؟ برای اینکه عشق اون بچه‌ها باعث میشه که نه اونا چیزی به ما میدن الان، نه ببخشید اینجوری میگم، منفعتی الان برای ما دارن. حالا قدیم میگفتم 10 تا پسر بیار حداقل میری سر زمین چخ بزنه برات، کمکت کنه، ولی الان پسرها که 10 تا بشن و 10 جور کفش بخری براش، میدونین؟ برای همین اون عشق به اون بچه هست که ما رو وادار میکنه یه کارایی که نمیکردیم رو بکنیم. تازه این اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که در رابطه با مسیح و پولس تو اینجا من براتون دارم میگم. صلیب مسیح برای هر مسیحی علامت مرگ عیسی مسیح و قربانی گناه انسانه. وقتی ما به این صلیب نگاه میکنیم، وقتی ما صلیب ها رو داریم، اولین تصویری که توی ذهن ما میاد نباید این باشه که او یه دعا بکنم خداوند کار و مشکل من حل بکنه. اولین تصویری که توی ذهن ما میاد وقتی این صلیب رو نگاه میکنیم، باید بگیم خداوند من برای من جانش رو روی این صلیب داد، مرد. شکر خداوند. در مرقس فصل 10 آیه 45 میگه من نیست که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. بله، معنی صلیب حقیقی اینه که عیسی مسیح، هر وقت صلیب رو میبینی یاد عیسی مسیح بیفتید که بر روی صلیب برای گناهان من مرده.
و وقتی که عیسی مسیح برای گناهان من مرده، ما رو یاد وعده های خدا میندازه. خدا وعده داد که اگر به مسیح که برای تو جانش داده ایمان بیاری، تا انقضای عالم زنده خواهی بود. وعده داد که در انقضای عالم شما رو تنها نخواهم گذاشت. وعده داد در سختی های زندگی در کنار شما خواهم بود. ولی وعده نداد اگر صلیب مسیح رو فقط برای تزیین و خوشگلی داریش با تو خواهم بود. وعده داد اگر ایمان داری که مسیح بر روی این صلیب جان داد برای ما، خونش رو داد. صلیب گفتیم که موجب لغزش میشه. چرا؟ چون که شریرای این دنیا، گفتم، اونا رو محکوم میکنه. شرارت دنیا رو محکوم میکنه. زشتی دنیا رو محکوم میکنه. و باعث لغزش میشه. میلغزن. هیرودیس در زمان عیسی مسیح یک پادشاهی بود به نام هیرودیس. حتما کتاب مقدس رو خوندید، این رو میدونید که پادشاه قسمت جلیل بود. وقتی که یحیای تعمید دهنده اونو سرزنش کرد، میدونید برای چی سرزنش کرد؟ سرزنش کرد برای اینکه اون رفته بود زن برادرش گرفته بود و با اون حتی ازدواج نکرده و به عنوان زن اون رو گرفته بود. و یحیای تعمید دهنده طبق شریعت خودش اون تازه از او ایراد میگرفت، برای اینکه تو داری یه رابطه نامشروع برقرار میکنی، رابطت نامشروع هست. و هیرودیس رو کشت، خفش کرد برای اینکه اون حرف رو میزد. ولی وقتی که با صلیب این شخص روبرو میشه، صلیب رسواش میکنه، صلیب آشکار میکنه که هنوز این لکه در تو هست، تو دیگه نمیتونی مسیح رو بکشی، چون که مسیح یک بار برای همیشه برای گناهان مرد و زنده شد و امروز زنده است و دیگه هیچ که نمیتونه بکشدش. این هیرودیس رسوا میشه به خاطر اون کاری که کرده. تمام کسانی که تو دنیا هستند و دارن به نوعی ظلم میکنن، به نوعی ستم میکنن، به نوعی لاپوشی میکنن از کارهایی که میکنن. ببینید، امروز من یه نبوت دیگه هم براتون بکنم. چه روزیه اگر کسانی که بر ایران حکومت ظلم رو برقرار کردن که زیر سلطه شیطان هستش، اگر این فرصت‌هایی که بهشون تا حالا داده شد، مثل فرعون که از طریق موسی 10 بار خداوند بهش فرصت داد و گوش نکردن، دلشون سنگ خواهد شد و مثل فرعون در قهر دریا نابود خواهند شد. ببینید، این رو بهتون قول میدم، اگر تا الان نابود نشدن، برای اینکه خدا بهشون رحمت میکنه، خدا بهشون فرصت میده، نه برای ایران، برای ظالمین دنیا، برای همون کشورهایی که ما میریم نگاه میکنیم چقدر قشنگه، چقدر شیرده، مردم چقدر تو خوشحالی هستن، ولی وقتی به درون اون کشورها میرید زندگی میکنید، میبینید مردم چقدر ظلم میکشن از دست اونهایی که کنترل مملکتشون تو دستشون هستش. و تمام اینها زیر نظر شیطان هست و چون که خودشون رو به شیطان فروختن، مثل فرعون نابود خواهند شد. یه جای دیگه یه قیافایی هست، کاهن اعظم یک مرد خودخواه و خودپرست بود و پر از دروغویی، انقدر دروغ درست کرد تا مسیح رو یه جا گیر بندازه و اون رو به اعدام بکشه، بکشدش. آخر سرم خود مسیح گفت بابا اون که تو میگی، گفت دیدی، خودش گفت دیگه، من شاهد نمیخوام، خودش گفت، بگیریم حالا اعدامش کنیم. میدونید، به خیال خودش زرنگ بود و میتونست این کار بکنه، ولی مسیح اومده بود تا بره روی صلیب و کشته بشه. هر انسانی میتونه به کلیسا بیاد، کتاب مقدس بخونه، جملات خوب بگه،
ولی هنوزم تولد تازه نداشته باشه. ببینید، ما دو جور ایمان داریم. یه ایمان داریم که با فکر ماست، یه ایمان داریم که با دل ماست. خیلی آدم ها تو دنیا الان هستن، سالیان سال میان در کلیسا، کتاب مقدس هم خوب میدونن، ولی یک ایمان فکری دارن. تو افکارشون فقط قبول دارن، دلشون رو به مسیح ندادن. ببخشید مثال میزنم، خیلی از ارامنه سنتی ما چرا الان توبه میکنن، برمیگردن و میان قسل تعمید میگیرن و تولد تازه میگیرن؟ برای که اصلا خبر ندارن، بچه که بودن تقدیم شدن به کلیسا و دیگه تموم شد. حالا یه خیلی هاشون اگه لطف کردن رفتن کلیسا، خیلی هاشون اصلا نرفتن دیگه. و هر وقت هم ازشون میپرسی مذهب چیه، میگه ما مسیحی هستیم. این اشخاص در فکرشون فکر میکنن مسیح رو میپرستن، مسیح رو دوست دارن، حضرت مسیح رو دوست دارن. ولی مسیح با قلب ما کار داره، فکر ما رو پر میکنه زمانی که ما قلبمون رو بهش دادیم. اگر ما فکرمون رو پر کنیم، قلبمون رو نمیتونیم بهش بدیم، چون که فکر میگه باید همه چیز با منطق انسانی و دنیایی جور در بیاد تا من بتونم او رو به عنوان خداوند بشناسم و به قبول کنم. ولی قلب میگه نه، من ایمان دارم. مثل راهاب، داستانش حتما در کتاب مقدس میدونید. راهاب هیچ چیزی ندیده بود از قوم بنی اسرائیل که قراره بیان حمله کنن، حالا اینا کی هستن کی نیستن، ولی با قلبش گفت من درون قلبم میگه اینها میگن و میگیرن، و کمک کرد و خداوند نجات داد و از طریق او نجات دهنده به جهان آمد. خب در هر صورت باید این رو پیش خودمون حلاجی کنیم. با چه ایمانی به کلیسا میایم؟ آیا قلب من منو میکشه میارم کلیسا؟ آیا من با قلبم عیسی مسیح رو دوست دارم؟ آیا من عیسی مسیح رو دوست دارم برای خودش؟ من وقتی که ایمان آوردم در اینترنشنال بپتیست چرچ ایمان آوردم، در اونجا درس خوندم، در اون رشته بودم. یه گروهی هستن که اصلا شما اگر به زبان یونانی صحبت نمی کنی، عبری بلد نیستی، میگه اجازه نداری کشیش بشی یا کلام بگی، اجازه. ولی در کلام خداوند به ما میگه بروید و همه رو شاگرد من سازید و آنچه که به شما درس دادم رو به دیگران بگید. کلام خداوند این رو به من میگه. آیا ما وقتی که ایمان میاریم، از خداوند میشنویم، سخته برامون برید دیگران بگیم که عیسی مسیح نجات دهنده است و امروز دستش به روی تو بازه، درش به روی تو بازه و میخواد تو رو نجات بده؟ این کلام خداست، این علمیه که خدا به ما داده. ما با علم مخالفیم، ولی مسیح اول قلب ما رو میخواد، میخواد ما با قلب مسیح رو بپرستیم. باید خودمون رو تفتیش کنیم ببینیم واقعا ما با فکر و دل و جانمون مسیح رو پذیرفتیم یا نه، و این صلیب مسیح رو فهمیدیم. صلیب مسیح رو که بفهمیم، دلمون رو بهش میسپاریم و بعد تولد تازه میاد. تولد تازه چجوری میاد و چجوری میفهمیم؟ غلاطیان فصل 5:22 میگه وقتی روح القدس میاد ثمر میاره، میوه میاره. آیا منی که فحش میدادم قبلا تو حرفام الانم میدم؟ آیا منی که دروغ میگفتم الانم میدم؟ آیا منی که کلا میذاشتم سر دیگران الانم کلا برداری میکنم؟ آیا منی که نفرت داشتم نسبت به انسان ها، خشم داشتم، الانم دارم؟ اگه دارم هنوز با فکرم مسیح رو میپرستم، یعنی دارم میرم تو کلیسا فقط یه کار مذهبی انجام میدم، کتاب مقدس هم میبرم، یه ساعت در دو ساعت در هفتمو تخصیص میدم به کار کلیسا. ولی وقتی میگه غلاطیان فصل 5 روح القدس میاد، میگه محبت میاره، شادی میاره، خوشی میاره، حل میاره، فروتنی میاره، تواضع میاره. اینا میوه های روح القدس است. هیچ کس هم نمیتونه در ما ببینه اول، تنها کسی که اون رو میبینه ما و خدا هستیم، خودمون و خدا هستیم. عیسی مسیح سعی نکرد که یه سری آدمایی رو دور و برش جمع کنه که دنبال مودن، رقابتن،
دنبال به رخ کشیدن سرمایه هاشونن، نمیدونم عقایدشون رو دارن به رخ هم میکشن. عیسی مسیح هیچ کدوم اینا رو دور خودش هم نکرد. عیسی مسیح یه عده آدمی رو پیش خودش هم کرد که خالصانه و مخلصانه همه چیزشون رو گذاشتن و دنبالش اومدن. عیسی مسیح امروز میخواد ما اونها رو داشته باشیم. عیسی مسیح مخالف این نیستش که ما کار کنیم، زندگی کنیم، درآمد داشته باشیم، برای فرزندانمون زندگی رو بسازیم. مخالف این نیست. ولی میگه اون اصل زندگی تو نیست. اصل زندگی تو نجات جان دیگران هست که من رو بشناسونی و نجات پیدا بکنن. من اونا رو تأمین میکنم. من به اونها رسیدگی میکنم. علامت شاگردان مسیح مدارک عالیه اونا نبود. علامت شاگردان مسیح خوشتیپی و خوشصحبتی و مقام اجتماعی اونها نبود. علامت شاگردان مسیح این بود که از جان و مال و فکر و روح و جسم خودشون برای مسیح گذشتن. توی رومیان فصل 12 آیه 1 چی میگه؟ میگه ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس میکنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست، شایسته است او را این چنین عبادت کرد. دوازده یک، رومیان دوازده یک، بله. خداوند عیسی خداوند نگفته در کلامش که اوکی حالا مثلا همین چند نفری که خادمین هستن هم اینا وقتشون رو بذارن، فکرشون رو بذارن، خب ما هم میایم هفته یه بار یه دعایی میکنیم، هستیم با اینا، یه حمایت مالی میکنیم که خدا رو شکر در این کلیسا زیاد هم چیزی هم پیش نمیاد، این کارو میکنیم و درست. نه، خداوند اصلا نگو برادر رسول، کشیش رسول، شما برو منو خدمت کن تنها، شما برو منو خدمت کن تنها. شما خداوند گفت همه بروند و من رو خدمت کن، همه بروند به ملت‌های دنیا بگن که مسیح برای نجات آن. همه چجوری همه برن؟ آقا من کار دارم. کارت چیه؟ من کفاشم. اوکی، کفاشی تو برای مسیح انجام بده. وقتی داری کفش درست میکنی، به عنوان کفشی که برای مسیح درست میکنی، کفش درست کن، به عنوان مسیح اونجا که نشستی از مسیح براش صحبت کن و بذار وقتی که اون بره بگه چه صحبتهای خوبی شنیدم و چه کفش خوبی برای من درست کرد. وقتی که میکانیکی میکنین، ماشین همسایت دوستت خرابه، برو بگو برادر، خواهر، نگران نباش، منم مسیحی هستم، مسیح منو فرستاده که به تو کمک کنم. وقتی دارید طبابت میکنید، گفتم من رفته بودم دکتر چشمی، دیدیم یه عکسی زده رو دیوار، یه دکتری داره جراحی میکنه، خیلی ها دیدن این رو، و عیسی مسیح دستش اینجوری گذاشته پشت سر اون دکتره، و بعد شادی پرسید از این دکتره این عکس رو زدی اینجا؟ گفت آره، میخوام اونو زدم اونجا که مردم بفهمن کی کنترل تو دستشه. دکتری بود که میتونست بگه که من درس خوندم، نایلج دارم، نمیدونم ادوکیشن دارم، نمیدونم میتونم خیلی کارا بکنم، خیلی ها میان از خیلی جاهایی که نمیتونن این کار رو انجام بدن میان پیش من، چون یه دکتر متخصصی بود. خب نه، جلال رو داد به عیسی مسیح، گفت من دکترم، زحمت کشیدم، درسم رو خوندم و یک سیستمی رو بلدم که کسی دیگه بلد نیست، ولی جلالش رو میدم به عیسی مسیح. صلیب خودتون رو بردارید، یعنی اینکه در هر مقام، در هر جا، در هر شکلی که هستید مسیر رو نمایان کنید، مسیر رو جلال بدید. من یه شهادتی دارم، یه روز میذارم اینجا گوش کنید. همکار خدمتی من که 6 سال با هم خدمت میکردیم، سرطان ناعلاج گرفت و همه دکترها جوابش کردن و بعد شفا پیدا کرد، و دکتری که او رو معالجه میکرد یک پروفسوری بود که اصلا نمیومد سر مریض و میاد بالا سر این مریض، میگه این یه تابلوی زده بودن بچهای کلیساشون که آیه نوشته بودن روی اون دیواری که این تو اتاقی که بود، میاد بهش میگه تو میتونی آب بخوری، مژده اول. این چیه رو دیوارت؟ میگه این بچهای کلیسا آیه زدن فلان. میگه مژده دوم، 8 ماهه که من به اون خدایی که تو ایمان داری من ایمان آوردم.
بهش میگن که بهش میگه که خانومش یه قرار بود یه دماغش از کار بیفته. دکتر میگه دو تا زن تلفن میکنه به خانومش که دو تا دماغش از کار میفته. خانومش شروع میکنه گریه کردن و ناله کردن. میگه این چه صحبتی پای تلفن من میکنه؟ میگه مگه تو به خدا ایمان نداری؟ اگر دکتری، اگر مهندسی، اگر کشاورزی، اگر معلمی، اگر کفاشی، اگر هر کار هستی، اوبر میرونی، مسیر رو نمایان کن، صلیبت رو به دوشت بگی، بذار مردم ببینن رو دوشت تو یه صلیب هستش و داری با اون میری. رومیان من سری سه تا نکته رو بهتون میگم. پرویزان اگر هستش میخوام این سه تا نکته رو بگم. صلیب رو مفاهیم زیادی بهش دادم، ولی من سه تا مفهوم صلیب رو میخوام سری به شما بگم، چون که وقتم هم زیادی رفتم. شماره یکش، اولین مفهوم صلیب کفاره است. کتاب مقدس تاکید میکنه که همه انسان‌ها در گناه زاده میشن و گناهکارن. رومیان فصل 3 آیه 23، زیرا همه گناه کردن و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. پس باید کفاره بشه، چون به اون حد نرسیده. باید یکی بیاد دستشو بگیره بلند کنه بیارشون بالا. دومی مفهوم صلیب مسیح، مرگ نیابتی مسیح به خاطر من و شما برای تمام بشره. اشعیا فصل 53 آیه 6-8، ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این خدا تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. با او با بی رحمی رفتار کردن، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردن و او همچون گوسفندی که نزد پش برندش بی زبان است خاموش ایستاد و سخنی نگفت. آیه 8 را گوش کنید، به ناحق او را به مرگ محکوم کردند، کشتند و ما مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می شد، بلی او به جای من شما مردم جهان مرد. سومین مطلبی که میخوام باهاتون در میون بذارم و آخرین مطلب هستش، سومین مفهومی رو که میخوام بگم اینه که امروز از طریق صلیب مسیح صلح و دوستی ما بین انسان و خدا برقرار شده. رومیان فصل 5 آیه 10-11، هنگامی که دشمنان خدا بودیم او به وسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد. پس اکنون که دوستان خدا شده ایم و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می کند، چه برکات عالی و پرشکوهی به ما عطا خواهد کرد. حال چقدر از رابطه عالی و جدیدی که با خدا داریم شادیم. اینها همه از برکات وجود خداوند ما عیسی مسیح است که در راه گناهکاران جان خود را فدا کرد. آمین. تا ما را دوستان خدا بگرداند. آمین. مرسی که وقتتون رو دادید، شنیدید. جلال به نام عیسی مسیح. دعای خاتمه را میسپارم به دستان کشیش رسول. تشکر.